تاج الدین سروش از شهر مرزی ژشوف با ماست. تاج، در مورد سفر دو مقام اتحادیه اروپا و وضعیت اوکراین چه جزئیات بیشتر میتونیم؟ خب ساعت پیش آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کردند که در راه و در مسیر کیف هستند تا به اوکراین بروند و با آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار داشته باشند. و در واقع این سفر پرمعنای این دو مقام اروپایی یک هفته پس از سفر رئیس پارلمان اروپا انجام میشه. هفته پیش رئیس پارلمان اروپا با کیف رفت تا همدردی و حمایت خود از اوکراین و از نیروهای امنیتی اوکراین اعلام بداره. همزمان با این در داخل اوکراین شرایط داره این مقدار تغییر میخوره. گزارش های ما داریم که نیروهای روسی از شمال اوکراین کاملا عقب نشینی کردن و کاملا محل ترک کردن. اما خبر مهمی دیگه لحظات پیش آژانس خبرگزاری فرانسه منتشر کرد و که نیروهای اوکراینی تانستن که منطقه سومی واقع در مرز روسیه را تصرف بکنن. به نقل از شهردار این شهر گزارش داد که شهر سومی و منطقه سومی در قسمت شرقی اوکراین که وقتی شما به نقشه نگاه میکنین سومی واقعا در سرحد مرز روسیه قرار داره. اگر این منطقه آزاد شده باشه یک تغییر جدی در فضای جنگی در داخل اوکراین به شما رو میره و این نشان میده که نیروهای اوکراینی تانستن دستاوردهای چشمگیر داشته باشند. همزمان با این آقای زلنسکی اعلام کرده که در نقاط دیگر اوکراین هم جنایات جنگی صورت گرفته و لحظات پیش اعلام کرد که در یک منطقه دیگر تقریبا 28 جسد از زیر آوار بیرون شده و این نشان میده که همزمان با این که در منطقه بوچا قتل دست جمعی صورت گرفته در مناطق دیگر اوکراین هم روس‌ها مرتکب قتل‌های دست جمعی غیر نظامیان شده که در واقع این هم نشان میده که یک مقدار فشارها را در علیه روسیه در فضای عمومی در جهان بیشتر می‌سازد. هرچند آقای سخنگوی کرملین کاخ کرملین صبح امروز مصاحبه‌ای داشت با شبکه اسکای و این ادعاها را جعلی و تقلبی خواند و گفت که نیروهای روسی در بوچا مرتکب چنین جنایاتی نشده، ولی ما می‌دانیم که عملکرد نیروهای روسی منجر به این شد که حتی روسیه عضویتش در کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل از دست بده و این عضویتش معلق شود. این در واقع اولین گام است که اولین مرحله پیشینه است که یک عضو دائمی شورای امنیت کرسیش معلق میشه در شورای حقوق بشر سازمان ملل که تقریبا دیروز با رأی تقریبا 93 کشور این رأی گیری انجام شد و روسیه عضویتش معلق شد. ممنون از توضیحاتت. همکارم تاج الدین سروش از شهر مرزی ژشوف با ما بودیم.